هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم رویم متماشا تماشا کراست ما به فلک بوده یار ملک بوده ایم, بوده ایم. زندوش را چرا نگذریم منزل ما کبریاست وقت جوان یار ما دادن جان کار ما قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و دلمند سنف هفتم خوش آمدید به درس زبان و ادبیات دری در جلسه یازدهم. عنوان درس ما دوستان مفهوم ناپسند و مضموم اصراف است در مورد قبیله برای شما دوستان می خواهیم توضیحات ارائه دهیم و در بخش دوم در حوزه دستور زبان مرور میکنیم اسم و صفت را و بازخانی میکنیم این دو مفهوم را که در درسهای قبل برای شما داشته ایم. دوستان عزیز قبل از اینکه وارد درس شویم سامانه ارتباطی را فراموش نکنید 20964780255413 هر گونه پیشنهادات نظرات که داشتید برای ما روان سازید دوستان عزیز و دلبند به مضمون جدید خوش آمدید خب شاگرده عزیز و دلبند میرسیم در کار خانگی جلسه قبل در جلسه قبل یک کار خانگی برای شما دادیم و گفتیم که با اسمهای دانا، سبز، زیاد، کوتا صفت تفضیلی بسازید صفت تفضیلی که دوستان چه باشد؟ مناسب باشد در جلسه قبل برای شما گفته شد که یکی از انواع صفتها دستان دوستان صفت, دو صفت تفضیلی است صفت تفصیلی و او صفتی گفته می شود که برای بیان کردن روشان و برتری یک چیز بر چیز دیگر یک اسم بر یک اسم دیگر یا یک شی بر یک شی دیگر استفاده می شود نکته است که در صفتهای های تفصیلی در انتهای یک صفت دوستان از یک پسینه استفاده می شود از یک پسفند استفاده می شود تحت عنوان تر که تر رو در واقع نشانه صفت تفصیلی یاد کردیم حالا دوستان نگاه کنید ما گفتیم که دانا سبز زیاد و کتا چهار کلمه هستن که با این کلمات باید چی بسازیم صفت تفسیری چکار میکنیم کار بسیار ساده و روان است همین کلماتی را که دوستان میبینیم داریم در انتهایش پسینه تر رو اضافه میکنیم نگاه کنید دانا چی میشه دوستان می شود داناتر سبز چی می شود؟ سبز می شود سبزتر نگاه کنید دوستان یک تر اضافه شد زیاد می شود چی دوستان؟ زیادتر بحسن کتا را شما بگویید دیگه کتا کاملا واضح و روشن است کتا را اگر بیان بکنیم می شود کتا تر به همین راحتی دوستان برای صفت تفصیل اگر بخواید بسازید کافی است که شما هر کلمه ای که به شما داده می شود در انتهای او یک پسینه تر را اضافه کنید که معمولا برای جو گفتیم دوستان برای برتری دادن برای روشخان دادن یک شی بر یک شی دیگر یا یک اسم بر اسم دیگر استفاده می شود گفتیم داناتر مثلا می گوییم که چی دوستان؟ می گوییم که احمد داناتر از محمود هست یا کنید داناتر از محمود هست این برای برتری دادن چیست برای برتری دادن احمد بر محمود از حیث چیز از حیث دانایی است یا میتواند چی باشه دوستان مثلا کوتاهتر کوتاهتر چی میگوییم گویی؟ می که قد احمد کوتاهتر از قد کیست محمود هست نگاه کنید نشان میداد که از نظر صفت کوتاهی احمد نسبت به محمود چیز سان کوتاهتر از قدش کوتاهی دارد خب شاگرد عزیز و دلبند وارد درس جدید شویم درس جدید ما همان طور که برایتان توضیح دادیم در مورد یکی از مقولات بسیار زشت و ناپسند است که هم در قرآن کریم و هم در جامعه مردم او را نکوهش میکنند و بارها و بارها از ما خواسته شده است که در مورد این موضوع تفکر و تعقل کنیم هدف از این درس چیست دوستان ایجاد علاقمندی به صرف جویی است چرا چون عنوان درس ما دوستان چیست اسراف است نقطه مقابل کلا... کلمه متضادی که در مقابل چه قرار دارد اسراف قرار دارد دوستان کلمه صرف است که اسراف چیست حال می‌خوایم اسراف را توضیح دهیم تعریف کنیم تا مقوله صرفه جویی معنای خود را روشن کند اصراف در لغت دو سال به معنای چیست؟ به معنای تجاوز از حد میانه و اعتدال است هر زمانی نگاه کنید دو سال هر زمانی که از حد میانه از حد تعادل شما عبور کردید رد شدید او را تحت عنوان اصراف یاد میکنیم حال میتوند در هر قضیه باشد مثلا در خوردن شما وقتی غذایی را میخورید به اندازه غذا میل میکنید که توانایی جسم شما باشد میگوید که شکم شما به اندازه ای که غذا نیاز دارد استفاده کنید و نه کمتر باشد و نه هم بیشتر باشد چون کمتر از او باشد اون نیرویی که از غذا میخواهید به دست آورید امکان پذیر نمیشود و اگر بیشتر از او چیزی که قضا و در واقع توانایی جسم شما شکم شما بیشتر از او ظرفیت ندارد او غذا را میل کنید زیاده روی کنید در حوزه خوردن غذا باعث شکم دردی شما میشد که از حد تعادل خارج شده است حال میگوید در هر چیزی دوستان به جایی که شما اصراف کنید سرفجوی کنید حال میخوام در ادامه وارد بحث اصراف شویم خب یکی از کتابهایی که دوستان همواره پیشه راه ماست و عمل به دستورات او در حوزه احکام، شرعیات، رفتار و در رفتارهای زندگی روزمره ما بسیار بسیار مهم است قرآن کریم است در قرآن کریم در آیه سی و یک سوره اعراف چنین بیان کرده است خداوند تبارک و تعالی اشان می فرماید کولو و ولا تصرفو انه یوه بل مصرفین معنای چیست؟ میگوید بخورید بخورید و بیاشامید ولی 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 اصراف نکنید چرا؟ چون خداوند اصرافکاران را دوست ندارد نگاه کنید دوستان ای در زمینه اصراف خداوند بیان میکند اهمیت چرا؟ اهمیت سرفجوی را چرا سرفجوی کنید؟ چون خداوند اصرافکاران را دوست ندارد خداوند نمیگوید که نخورید خداوند تبارک و تعالی نمیگوید که ننوشید میگوید بخورید بنوشید ولی به اندازه میانه و به حد تعادل نگاه کنید دوستان این خیلی مهم است که در زندگی روزمره خود در هر چیزی که میبینیم ما تعادل را رعایت کنیم در یکی از در واقع احادیث بسیار مشهور میگویند که بیان شده از حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که ایشان بیان میکند میگویند که انسان انسان جاهل را نمیبینی یا کندرو هست یا تندروست لا تر جاهل الا مفرتا او مفرتا نگاه دوستان میگویند که انسان جاهل را یا کندرو میبینی یا تندرو هیچ وقت انسان جاهل در مسیر تعادل در مسیر میان حرکت نمی کند و در واقع انسان عاقل در مقابلش چنین صفتی ندارد انسان عاقل انسانی است که همیشه مسیرش مسیر واضح روشن و اوسط است مسیر مسیر میانه رو دنبال میکند و در همین مسیر حرکت میکند خب حالی وظیفه ما چیست؟ نگاه کنید در حوزه اصراف دوستان ما چند مرحله داریم مرحله اول میگویم که خداوند نعمتهای خود را برای همه ای انسانها خلق کرده است و باید هر انسانی به اندازه نیازش این نعمت ها را استفاده کند نگاه کنید دوستان پس اولا میگویم که نیاز نیاز چیست نیاز یک احساس درونی در وجود هر انسانی است که باعث حرکت به سمت چیزی می شود ما احساس نیاز بشی می کنیم به غذا می کنیم پس نیاز میکنیم که دوستان چی به یک سمت حرکت کنیم به سمت مسیر و تلاش برای پیدا کردن غذا به تشنگی در واقع یک احساسی در وجود ماست احساس تشنگی احساس نیاز به چی دارد نیاز به ای دارد که ما حرکت کنیم به سمت چی به سمت آب برای رفع نیاز پس نگاه کنید دوستان نعمت های خداوند را بشناسیم و برای رفع نیازهای خود از این نعمت ها استفاده کنیم وظیفه ما چی دوستان شناخت نعمت های خداوند و استفاده چی استفاده بهینه از این نعمت ها دوستان وقتی که ما میخواییم خداوند رو بشناسیم یکی از نشانه های شناخت خداوند نشانش چی دوستان شناخت نعمت های خداوند است اگر میخواهی خداوند رو بشناسی ببین خداوند چه نعمت هایی به ما داده این نعمت ها میتواند نعمت های مادی باشد میتواند نعمت باشد معنوی باشد نعمت های مادی که مانند خوراک است پوشاک است مسکن است نگاه کنید دوستان نعمت های معنوی نعمت است که در واقع در ظاهر دیدن نمی شود ولی در باطن بسیار حیاتی و مهم است مانند چی؟ مانند نعمت عقل یکی از نعمت هایی که خداوند در وجود ما قرار داده است عقل است شما عقل را میبینید آیا عقل قابل دیدن با چشم بسر هست؟ نکی نیست شما با چشم هیچ وقت نمیتوانید نعمت عقل را ببینید ولی این نعمت عقل کجا ظاهر میشه زمانی که شما برای انجام دادن کاری رفتاری از خود نشان میدهید این رفتارها نشان دهنده عقل شماست و یا زمانی که نگاه میکنه که یک دانشمند نسبت به دانشمندان دیگر خود سرآمد دوره خود می شود این نشان میدهد که از عقل بسیار بیشتری برخوردار است یک امتحانی گرفته می شود از دانش آموزان یک کلاس در این امتحان نگاه میکنیم که برخی از دانش آموزان کامیاب میشن با نمرات بسیار عالیه این نمرات بالا را که میگیرن نشان داد که این دانش آموز هم تلاش کرده و هم از نظر بهره هوشی در واقع از یک بهره هوشی بالاتری برخوردار بوده و مرحله سوم مرحله سوم در حوزه نعمت های خداوند دوستان چیه میگویند که جلب رضایت و خوشنودی خداوند خب میگویم که خداوند به ما نعمت داده وقتی که خداوند نعمتی به ما مدد، انتظار دارد که ما در ازای او نعمتی که از خداوند گرفتیم چکار کنیم شکرگزاری کنیم این شکرگزاری می با نماز خواندن باشد می با دعا کردن باشد و میتواند با استفاده بهینه از این نعمت ها نیز باشد یعنی اسراف نکردن یعنی صرفجویی کردن دوستان وقتی ما می خواهیم آب بخوریم آب را به اندازه بخوریم وقتی می خواهیم را بخوریم غذا را به اندازه بخوریم وقتی می بینیم که آب و غذایی داریم که مازاد نیاز ماست بیشتر از نیاز ماست چکار میکنیم این آب و غذا رو به افراد محروم و فقیر تقدیم میکنیم این میشود چی؟ این میشود شکرگزاری این میشود سفاسگزاری از خداوند در قبال نعمتی که به ما داده است خب دوستان بیم در مورد نمونه های از اصراف برای تان چند مورد ذکر کنیم گفتیم اصراف یعنی چی؟ اصراف یعنی خارج شدن از مسیر میانه و حد تعادل هر زمانی که از این مسیر خارج شدیم یعنی به سمت اصراف گرایش پیدا کردیم حالی برخی از مواردی که در زندگی روزمره ما در حوزه اصراف اتفاق می افتد است؟ اول مورد دوستان چیه؟ بازگذاشتن به دلیل نیل آب. خیلی وقتا ما میبینیم که دوستان آب را بیشتر از چیزی که میخواهیم استفاده کنیم باز میگذاریم. باز گذاشتن این آب این ماده حیاتی که برای حیات بشر بسیار ضروری و مهم است خود میتواند یکی از نشانه های اصراف باشد. چرا؟ چون در همون زمانی که ما این آب را هدر میدهیم این آب را به اندازه مصرف میکنیم در واقع کسانی هستند افرادی هستند که در این آب بسیار بسیار چی دارن نیاز ضروری دارند، نیاز حیاتی دارند. یک جرعه یک لوان یک گلاس از این آب میتواند یک انسان را نجات دهد مورد دوم دورختن میوه های سالم است نگاه کنید دوستان یک ما گفتیم در کنار آشامیدن که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم او اشاره کرده بود گفته بود که غذا یکی از غذاهایی که ما میخوریم میوست میوهایی که در واقع استفاده میکنیم میخوریم به اندازه بخوریم او مازاد میوه را که داریم بخشش کنیم به افرادی که نیازمند هستند به افرادی که در واقع چیه به او احتیاج دارن برای در واقع برطرف کردن نیازهای روزمره خود به افراد تقدیم کنیم مورد بعدی دوستان روشن گذاشتن به دلیل چراغ برق است میدانیم که کشور عزیزمان افغانستان از نظر برخورداری از برق به طور کلی نسبی است یعنی برق مطلق ندارد برق 24 ساعت شبانه روز برخوردار نمی باشد و برق در واقع یک نیاز بسیار ضروری است که در واقع 24 ساعته در کشور ما نمی باشد اگر ما در حوزه برق و در حوزه مصرف برق در واقع چیکار کنیم ما کمی صرف کنیم اسراف را دور بیاندازیم دور کنیم و فقط و فقط صرف کنیم میدانیم که از این برق افراد دیگری که نیازمند هستند افرادی که در واقع فقیر هستند نیز می استفاده کنند در حالی که ما از این برق ممکن است برای کارهای غیر ضرور استفاده کنیم افرادی باشند که برای پیشرفت علم برای دانایی برای در واقع یادگیری دانش آموزایی باشه شاگردهایی باشه در شهرهای دیگر در روستاهای دیگه در قریه های دیگه کسانی که در برق نیازمند باشه و متاسفانه به دلیل استفاده بیش از حد و اصراف عده دیگر در داخل شهرها نتواند از برق ها استفاده کند و مورد آخر دوستان استفاده نکردن از وسایل شخصی. بدانید که ما در واقع در حوزه مدرسه خود وقتی وارد مکتب میشویم وارد مدرسه میشویم از چی برخورد داریم از کتابچه از پنسل از در واقع کتاب استفاده میکنیم خیلی افراد هستن که در واقع از این چیزهایی که میگویم تحت عنوان وسایل شخصی به مازاد برخوردارد یعنی به جایی که دو پنسل داشته باشد ده پنسل میخرد به جای یک کتاب شد ده کتاب شد میخرد و از او استفاده خوب نمیکند و او را در واقع شکار میکند از بین میبرد میتواند این فرد به اندازه نیاز خود دوستان استفاده کند و مازاد کتابچه خود، پنسل خود و چیزهایی که دارد را به دوستای خود به افراد نیازمند تقدیم کند و در زمینه سرفجویی گام بسیار مهم و اساسی بردارد. <applause> خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم شویم بخش دوم ما در حوزه قواعد دستور است خب در حوزه قواعد دستوری دوستان درس جدیدی را ما امروز برایتان ارائه نمی در واقع درس را که در قبل خواندیم تنها مرور میکنیم مرور درس گذشته می شود درس جدید ما در حوزه دستور زبان میگوییم در درس های قبل ما با اسم و صفت آشنا شدیم پس دو واژه داریم دوستان دو کلمه داریم که تحت عنوان اسم و صفت است در مورد تعریف این کلمات در جلسه های قبل برایتان توضیح دادیم مثال هایش را حل کردیم و تنها در این درس جدید دوستان این کلمات را مرور میکنیم و یادآوری میکنیم تا در ذهن شما در واقع چی بماند بسیار عمیقتر و ژرفتر بماند خب میگوییم اسم اسم چیست اسم کلمه است که برای نامیدن اشیا و اشخاص و چیزهای دیگه استفاده می شود پس اسم در واقع دو دوستان اسم یک کلمه است که برای نامیدن یک شی یک شخص یا هر چیز دیگری بخواهد استفاده شود به طور مثال دوستان نگاه میکنید وقتی که یک نوزاد به دنیا می آید پدر کلان، مادر کلان، مادر، پدر برای این نوزاد یک اسم انتخاب میکند اگر به طور مثال پسر باشد نام او را میگذارند احمد اگر دختر باشد نام او را میگذارند چی دوستان شمسیه این به طور مثال است حال چرا این نام برای این فرد گذاشته شده است علت نامگذاری این فرد به این نام است که این فرد از افراد دیگر از اشخاص دیگر تمیز داده شود نگاه بکنید که چند نفر در داخل یک مجلس نشستن خب وقتی شما یک اسم را نام میبرید صدا میزنید از داخل جمع یک نفر جواب شما رو میداد که این اسم دلالت بر او شخص دارد و او شخص از این نام از این اسم برخوردار است این نشان میدهد که اسم ها در واقع چیه دوستان علت نامگذاری او چیه تشخیص دادن یک فرد یک شی یا یه هر چیز دیگر رو دوستان از اشیای دیگر از اشخاص دیگر یا از چیزهای دیگر میتواند باشد خب مفهوم دوم کلمه دوم صفت است دوستان گفتیم که صفت کلمه است که برای توضیح بیشتر اسم قبل خود به کار می رود پس ویژگی اصلی ویژگی اصلی صفت چیه دوستان توضیح بیشتر اسم قبل خود است که اسم قبل از صفت رو چه می گفتیم می گفتیم موصوف موصوف او اسمی بود که صفت در مورد او توضیح میداد. خب نگاه کنید دوستان حال صفت توضیح که میدهد یا بیان رنگ است یا بیان اندازه است یا بیان کیفیت است میتواند هر حالت دیگری را بیان کند مثلا وقتی شما میگوید چی دوستان وقتی شما بیان میکنید میگویید که کلاس تمیز مکتب قشنگ نگاه کنید دوستان وقتی تمیز میگوید تمیز برای کلاس چی میباشد صفت است وقتی شما میگوید مکتب قشنگ قشنگ برای مکتب چیست باز هم صفت است مکتب می شود موصوف قشنگ می شود صفت که بیان کننده صفت 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 بیان کننده چیست بیان کننده ای اسم قبل خودش می باشد خب آلی برسیم دوستان در کار خانگی جلسه آینده شما بگوییم که اسم و صفت را در جمله های زیر مشخص کنید و به پرسش ها پاسخ دهید خب پرسش اول دین مقدس اسلام اصراف را چگونه عملی میداند؟ این سوال اول سوال دوم میگوید درباره استفاده بجا از برق چه نظری دارید؟ و سوال آخر دوستان اگر ما هر چیز را به قدر ضرورت مصرف کنیم چه اتفاقی می افتد پس شما دو کار در حوزه این سوالات دوستان باید انجام دهید چه کار باید بکنید اول اون کلمات را که ما برای شما مشخص کردیم دروش کردیم زیرش را خط کشیدیم شما مشخص کنید که این کلمه اسم است یا صفت است بعد از اینکه مشخص کردی اسم ها و صفت ها را در این سوالات دوستان حال به این سوالات جواب دهید جواب این سوالات در داخل متن شما نهفته است خب شاگردای عزیز و دلبند در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید سامانه ارتباطی ما در پایان جلسه باز هم تکرار می شود 2964 780 255 40 این سامانه ارتباطی ما برای شماست که هر نوع ارتباطی را که با هم می خواهیم داشته باشیم عزیزان قند تا پایان جلسه بعدی تا دیدار دیگر شما عزیزان را به الله پاک میسپارم خداوند یارو نگهدارتان